طور که در اخبار هم شنیدید، حزب تحریک انصاف پاکستان با رهبری عمران خان دادخواستی را به محکمه عالی پاکستان تسلیم کرده و خواستار بررسی تصمیم 7 اپریل شده. برای تحلیل این موضوع و بررسی پیامدهای بحران سیاسی پاکستان برای این کشور افغانستان، آقای خلیل پارسا، تحلیلگر امور سیاسی و منطقه را از ایالت ویرجینیا آمریکا از طریق اسکایپ با خود داریم. سلام آقای پارسا، خوش آمدید به برنامه. عمران خان حالا حمایت اردو را با خود ندارم و با اعضای پارلمان هم در تقابل قرار گرفته. فکر میکنین حزب تحریک انصاف چه گزینه هایی را برای حفظ قدرت خود داره و با این وضعیت پیش آمده، آینده عمران خان در صحنه سیاسی پاکستان چگونه خواهد بود؟ چیزی که واضح هست، در پاکستان همواره نظامی ها قدرت در دست داشتن، قدرت اصلی در دست نظامی ها بوده و حکومت های سیاسی یا حکومت های ملکی بیشتر به شکل سمبولیک در پاکستان اونا نقش داشتن. حال هم وقتی به حمایت نظامی پاکستان حکومت ملکی از دست میده، به نوعی نامید کننده است برای حزب حاکم. به مو اساس حال در صحبت های عمران خان هم این مسئله یادآوری شده که یعنی اونا به باور رسیدن که رأی اعتماد نمیگیرن و امکان از این داره که اونا حل قدرت بشن و ادعای برای اعتراض داشتن بیشتر. به نظر شما چه حزب نیرومندی در برابر عمران خان احتمال داره تصدی مقام صدر اعظمی را به عهده بگیره؟ و چیزی که ادعا شده و سرزبان ها از شهباز شریف ادعا کرده و برای مسئله تاکید دارن که احتمالا اینا حاکم میشن و میتونن کرسی صدر اعظمی رو به دست بیارن. البته همونطور که در صحبت ها یادآوری شد، نظامی ها اینجا نقش بسیار اساسی دارن و نوع حمایت از اینا و هماهنگی بین از اینا بسیار مهم است که اینا بتوانن قدرت به شکلی به دست بگیرن. و یاد به خاطر داریم که عمران خان هم با حمایت نظامی ها به علیکه قدرت نشست. فکر میکنین آیا تنش و بحران سیاسی با برکناری عمران خان و انتصاب صدر اعظم جدید در این کشور پایان خواهد یافت یا خیر؟ خب طبعا در هیچ جای کشمکش‌های سیاسی به پایان نمیرسه. در پاکستان یک کشور قدرتمند است، یک کشور میتونیم بگیم که داره به قدرت هسته‌ای و از نظر اقتصادی و نظر سیاسی جایگاه خاصی در منطقه داره و با ثبات هست نسبتا. و طبعا که کشمکش‌های سیاسی در درون کشور از اونا نمیتونه اساسات و بنیان از اون با مشکل مواجه بسازه، از اونجایی که نظامی هم قدرت در دست دارن همچنان. و پرسش آخر ما، در صورت تداوم بحران ها در پاکستان، فکر میکنین تأثیراتش در حاکمیت طالبان در افغانستان چه خواهد بود؟ به طور کلی تأثیر یعنی تفاوت چندانی موجود نمیاد. عمران خان هم تصیل کننده پالیسی ها و سیاست های کلی پاکستان در قبال افغانستان بوده و شاید که اگر لازی امید میره که با تغییر حکومت اگر لازی بشه که نرمشی در سیاست های طالبان ایجاد بشه نسبت به خواسته های جهانی در رابطه با مسئله مشارکت حکومت مشارکتی در قسمت از موضوعاتی که مشخص حقوق بشر و مشخصا گروه های تروریستی که نباید حمایت بشن، این خواستایی است که جهان داره. اگر طوری که عمران خان فعلا با جهان در تعامل هست و خواستای به اصطلاح غربی ها را زیاد در نظر نمیگیره، من فکر میکنم که باید تغییرات یک اندازه تأثیر سر مسئله افغانستان خواهد گذاشت که حکومت جدید شاید بتونه یک اندازه سر طالبان فشار بیاره تا بتونه اونا این موضوعات در نظر بگیره. سپاس فراوان از آقای خلیل پارسا که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه اشتراک کردند. زنده باشید.